السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا واسعا شافعا على نعمه وفضله، وأفضل الصلاة وأكرم التسليم على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إني مسرور جدا لأتيح لي فرصة ذهبية من الخطبة البليغة في موضوع المختار انتشار اللغة العربية في كيرلا. സ്തുതികളെ ഗലവും ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാവുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ അവന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നിത്യമായ കാരുണ്യവും രക്ഷയും ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളുമായി അറബി ഭാഷയുടെ കേരളത്തിലുള്ള വ്യാപനം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവദിക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്. إخوتنا في الله، إن من أكثر اللغة لغات انتشارا وأكبرها أهمية من حيث نواحي العالم اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة كما في الحديث الشريف. لغة بتستمعي باغنغليل പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് അറബി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാഷയും പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ഷരീഫിൻ്റെ ഭാഷയും അതല്ല ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ സ്വർഗീയ നിവാസികളുടെയും ഭാഷ അറബിയാണ്. وقد انتشرت هذه اللغة في شتى أنحاء العالم بسرعة مدهشة نتيجة رحلات الصحابة الدعوية إلى مناطق بعيدة في مختلف الأقطار والقارات وبسبب علاقة المسلمين الوطيدة بها. ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് വിദൂര ദേശങ്ങളിലേക്ക് സ്വഹാബത്തിന്റെ പ്രബോധനാവശ്യാർത്ഥമുള്ള യാത്രകളുടെ ഫലമായി മുസ്ലിമീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ലോകത്ത് അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച ഈ ഭാഷ സാധ്യമാക്കിയത്. ومن البلاد التي انتشرت هذه اللغة في وقت مبكر ولاية كيرلا، وهناك كثير من الأدلة التاريخية على أن كيرلا كانت لها علاقة عميقة بالعرب منذ قدم الزمان، وبهذه العلاقة الوطيدة بها أخذ الناس يتعلمون هذه اللغة الحبيبة. وجدير بالذكر الدور الذي لعبتها مجموعة من العلماء من الأسر المختلفة والمجالات المتنوعة كقضاة كاليكوت وأسرة المخادم وكعلماء سمست كيرلا جمعية العلماء. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ വ്യാപനം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെ ഖാദിമാരും മഖ്ദൂം കുടുംബവും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഷയുടെ വ്യാപനത്തിൽ വലിയ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവലൻ الدروس المسجدية. لما جاء مالك بن دينار وأصحابه في هذه المناطق مستهدفين القيام بالدعوة الإسلامية بنوا في كيرلا مساجد كثيرة كمسجد كاسر كود وشاليم وغيرها، وكانت هذه المساجد وغيرها قد لعبت دورا رياديا في إثراء اللغة العربية ونشرها وتعليمها، وكان مئات من الطلبة يأتون إلى تلك المساجد ويتعلمون العلم من الأستاذ المعين. ففي اللغة يدرس كتاب الميزان ثم الأجناس الصغرى فالكبرى ثم زنجان ثم العوامل حتى ألفية ابن مالك، وهذا يدل على أن كتب الفقه على أن كتب النحو والصرف كانت لها أهمية بالغة في هذا المنهج. كيرلا تل إسلام إندا ويا بنا كالم مالك بدين آدم سانغوم كيرلا تلود كاتندو بندو مودل أوراي بدر داري آدم بالليغال نرميتشو كاسر كودم ശാലിയത്തും
മാടായിലും അടക്കം ധാരാളം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പള്ളി ദർസുകൾ ആരംഭിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ വന്ന് ഇൽമ നുകരുകയും ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ അവർ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് അറബി ഭാഷയിൽ കിതാബുൽ മീസാനും അജ്നാസു സുറയും കുബ്രയും സഞ്ജാനും തഖ്വീമുൽ ലിസാനും അവാമിലും ഇങ്ങനെ ഇബ്നു മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ അൽഫിയ വരെ ഓതുന്ന ഒരു രീതി അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പള്ളി ദർസുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധിക്യം തന്നെ നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം അറബി ഭാഷയ്ക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു എന്ന്. ثانيا دور قضاة كاليكوت هؤلاء القضاة كانت لهم الكلمة الأولى والأخرى في نواحي كاليكوت منذ ظهور الإسلام في كيرلا، وقد لعبت هذه السلسلة في نشر اللغة العربية وتعليمها دورا بارزا، وبالخصوص القاضي محمد بن عبد العزيز قد نظم كتب النحو والصرف بغية تعليم اللغة العربية وقواعدها للنشء الجديد عن ظهر القلب. കോഴിക്കോട്ട് ഖാദിമാരുടെ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം വളരെ സ്തുത്യർഹമാണ്. നഹ്വിന്റെ കിതാബുകളെ സർഫിന്റെ കിതാബുകളെ പദ്യരൂപത്തിലാക്കി അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ ലളിതവൽക്കരിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അവർ പദ്യരൂപത്തിലാക്കി അതിനെ എളുപ്പമാക്കുകയായിരുന്നു. وثالثا أسرة المخاديم كان لأسرة المخاديم دور رئيسي في نشر الإسلام وفي نشر اللغة العربية، وقد أنجبت أسرة المخاديم كثيرا من العلماء الذين قاموا بعلوم مختلفة، ومن بينها اللغة العربية، فالشيخ زين الدين مخدوم بن علي المخدوم الكبير قد ألف شروحا لكتب النحو، والشيخ عثمان بن جمال الدين قام بشرح قطر الندى لابن هشام في النحو. പൊന്നാനി കുടുംബത്തിൻ്റെ മഖ്ദൂം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഷയിലുള്ള സേവനം വളരെയധികം സ്തുത്യർഹമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഖാദി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടുന്ന് ധാരാളം കിതാബുകൾക്ക് സ്വറഫിൻ്റെയും നഹ്വിൻ്റെയും കിതാബുകൾക്ക് ഷറഹുകൾ എഴുതിയതായി നമുക്ക് കാണാം. തുഹ്ഫത്തുൽ വർദിയയുടെയും അൽഫിയയുടെയും ഷറഹുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടുത്തെ മരുമകനായ ഷെയ്ഖ് ഉസ്മാനും എന്നവർ ഇബ്നു ഹിഷാം തങ്ങളുടെ ഖത്റനിദക്ക് ഷറഹ് എഴുതിയതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വഅഖീറൻ ദൗറുൽ കുല്ലിയാത്തി വൽ ജാമിആത്ത് ഫി വിലായത്തി കൈരള കസീറും മിനൽ കുല്ലിയാത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ വൽ ഹുകൂമിയ തബ്ദുലു ജുഹൂദൻ മഹ്മൂദതൻ في سبيل ترقية اللغة العربية ونشرها وتعليمها. وأما في مستوى الدين فهناك كثيرا من الكليات الإسلامية التي تقوم بنشر اللغة العربية، حيث أن اللغة مضمنة في جميع المراحل من الابتدائية إلى الثانوية العليا، ككلية جامعة السعدية وكلية معدن الثقافة، ومن أهم تلك الجامعات جامعة مركز الثقافة السنية. കേരളത്തിലെ ധാരാളം വരുന്ന ഇസ്ലാമിക കലാലയങ്ങൾ, സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം നൽകിയ പ്രാധാന്യം അറബി ഭാഷയുടെ വ്യാപനത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടായി. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രൈമറി തലം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം വരെ നൽകുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ഇത് വളരെയധികം വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം
മതകലാലയങ്ങളുടെ പങ്കുകൂടിയാണ്. കാസർഗോട്ടെ ജാമിയത്തു സാദിയയും മഅദീൻ അക്കാദമിയും അടക്കം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജാമിയത്തു മർക്കസു സഖാഫത്തു സുന്നിയയും ഈ അറബി ഭാഷയുടെ വ്യാപനത്തിൽ അനിഷേധ്യമായ വലിയ സുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. أحبتنا في الله، ينبغي أن نفهم من هذا دور العلماء الذين سبقونا بالعلم والإيمان، ووفق الله لنا ولكم في اتباعهم ونشر اللغة العربية. وأختتم كلامي بقوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ لنمك من سلاكا മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സേവനങ്ങളെയാണ്. ഈ ഭാഷയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ നാം ഒരു ഭാഗമാവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുളിയു അജ്റൽ മുഹ്സിനീൻ എന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വാക്യം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.